میگه که من 21 سالمه، دخترم هست. اول جنستون رو معرفی کنید، سنتون رو معرفی کنید، تحصیلاتتون رو بگید، موقعیتتون رو تو خانواده بگید، بعد سوالتون رو مطرح کنید. خب اینا همش میشه مثلا یه خط. مثلا صغرا هستم، کبرا هستم، 21 سالمه، دانشجو سال فلان و شغلم اینه، فرزند سوم خانواده هستم، 4 تا خواهر برادریم. خب اینا رو معرفی کنید، بعد سوالتون رو بگید. الان ایشون من تا آخرش خوندم نفهمیدم ایشون دختر یا پسر، لیلیه یا مجنونه. خب گفتن که من 21 سالمه، دانشجو هستم، تا به حال که زندگی کردم هیچ کس از من ناراحت و دلگیر نشده. آها، از همینجا مشخص شد که مشکل ایشون چیه. ایشون تله اطاعت داره و تله ایثار. چطور ممکنه که هیچ کس از تو ناراحت نشه؟ یعنی تو بر اکثر نیازهای خودت سرپوش گذاشتی. آدمی که سعی میکنه همه رو از خودش راضی نگه داره، یا کلاشو پدر سوخته است بلا نسبت شما، یا دروغ زیاد گفته. نمیشه، چون خیلی تعارض پیش میاد بین نیازهای شما و نیازهای طرف مقابل. تو مجبوری اونجا اگر بخوای اونو راضی نگه داری، مجبوری دروغ بگی، کاری نمیتونی بکنی. خب پس این که میگه من تا به این سن 21 سال هیچ کس از من ناراحت نشده، دلگیر نشده، خدا رو شکر، این نشون میده که ایشون تله اطاعت داره. حالا بریم جلوتر، میگه که هیچ مشکلی هم با کسی ندارم. خب اینم باز هم خودش یه ذره همچی بوداره. تنها مشکل بزرگ من در زندگی که فکر میکنم هیچ وقتم حل نشه، رفتارهای بد مادرمه. مادرم 39 سالشه، خیلی خیلی باعث ناراحتی من میشه. هیچ وقت اجازه نمیده تنها باشم، نمیذاره با دوستان باشم، هیچ وقت اجازه نمیده دوست صمیمی داشته باشم، تو کارهای گروهی دانشگاه نمیتونم تنها باشم. جلال خالق بلند میشه میاد دانشگاه، و حتما خودش باید تو کارهای گروهی من حضور داشته باشه. از وقتی رفتم دانشگاه 3 سال قضیه بدترم شده رو اعصابمه. یه روز توی دانشگاه قش کردم، کارم کشید به دکتر مغز و اعصاب. یعنی مادره اومده اونجا. خب با یکی هم دوست شده، البته این دوستم دختره، یعنی دوست دخترم نمیذاره این دختره بگیره، یعنی با همجنس خودش هم نمیتونه دوست بشه. خلاصه کسی هم زنگ میزنه میگه بذار رو اسپیکر، با من مثل بچه کوچیک رفتار میکنه و هرچی هم بخوام بخرم آمارشو میگیره که چی خریدی و چیکار کردی و فلان، خلاصه پوست ما رو کنده. خب و آخرش هم گفته که اینو تقصیر پدرمه، تقصیر بابامه، چون بابام همیشه جلوش کوتاه اومده. خب تو چرا کوتاه اومدی؟ تو که دیگه آگاه شدی، تو چرا کوتاه میای؟ خواستم چند بار از خونه فرار کنم، فکر میکنم این تنها راهیه که میتونه منو نجات بده. میخوام تنها باشم، تنهای تنها فلان بیسار. آها، کلن بگم شکاکه، حتی به بابام اجازه نمیده گوشی داشته باشه، و برای منم 1 سال خورده‌ای که خودش گوشی خریده، و همه اینا رو پدرم مقصره که بهش بها داده و جرأت حرف زدن نداره. خلاصه خدیجه خانومیه دیگه. آخه یه خدیجه خانومی بود، خیلی بد رفتار میکرد با شوهرش. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، همه ازش میترسیدن، آسی بودن. گفتن که یه ماری رو بیارید، خچه رو بندازید توی این چیز، بندازید تو چاه، یه مار هم بندازید کنارش، بذار اینو بزنه یه کمی آدم بشه و خلاصه شاید عقلش سر جاش بیاد، انقدر دیگران رو اذیت نکنه. خلاصه خدیجه خانم انداختن تو چاه، یه مار هم انداختن کنارش،
یه ساعت دو ساعت بعد دیدن که ماره صداش در اومد. میگه آی من رو از دست خدیجه خانم نجات بدید. حالا قضیه مادر شماست عزیز من. ببینید مادر شما 4-5 تا تله وحشتناک داره. تله بی‌اعتمادی داره، تله رها شدگی داره، معیارهای سرسختانه داره، احتمالاً تله شکست داره که ریشش توی احساس ناتوانیه، فکر میکنه که نمیتونه از پس مسائل شما بر بیاد. خب چی کار باید کرد؟ خب قطعا اول مادر رو باید درمان کرد. خب بازم بفهمیم، اول باید مادر رو درمان کرد. یعنی ما چی کار کنیم که این مادر درمان بشه؟ خب رفتارها رفتارهای مرضیه دیگه، رفتارهای بیمارگونه است. ایشون یه قاطعیتی میخواد که یه راهش اینه که شما و پدر و اعضای خانواده خونه رو ترک بکنید و بگید که تا شما 20 جلسه 30 جلسه درمان نری و خودتو خوب نکنی ما بر نمیگردیم. خب چون این فرد قاطعیت میخواد. یه راهش اینه که شما مریض بشی علکی، خب همونطور که قش کردی. خب ایشون نمیدونه که قش کردن منشأ روانی داره. قش کن. خب ایشون نمیدونه که قش کردن منشأ روانی داره. شما قش کن، دو بار سه بار شده، آب لیمو بخور، فشارت بیفته، خلاصی استامینوفن هم بخور، بعد مثلا بیفتی و بیا آدم بده، ببرن دکتر بگن که آره شما باید بری پیش روانشناس. بعد که رفتی پیش روانشناس هر روز باید قش کنی دیگه، هر روز حالت بد بشه تا ایشون خودش بگه که باید بریم پیش روانشناس. رفتین اون وقت اونجا روانشناس کی رو خفت کنه؟ آها مادره رو خفت کنه. من داشتم دیگه، مثلا پسر 17-18 ساله رو آوردن، مادرش اینجوری در رو باز میکرد نگاه میکرد، گفتم بفهمید بله ببخشید، میرفت. بعد تا من از در مشاوره اومدم بیرون سری پرید، آی دکتر چه موضوع؟ چه؟ شما چه نقدر حالت بده؟ من با پسرت صحبت کردم تو فشارت رفته بالا، پسرت حالش خوبه. خب ببینید اینجاست که ما گیر میندازیم، میگیم آقا اگر میخوای پسرت خوب بشه تو باید 40 جلسه بیای درمان، اگر نیای پسرت خوب نمیشه. خب مگه نمیخوای خوب بشه؟ تو باید بیای درمان. خب و تو این قضیه باید قاطع باشیم که حتما حتما مادر درمان بشه. دوم قاطعیت خود شماست عزیز من. پدرت میگی بها داده بشه، تو چرا بها میدی؟ تو چرا اجازه میدی که مادرت دخالت بکنه در امور شخصی؟ ها؟ هر انسانی باید باندری های خودش رو، مرزهای خودش رو مشخص بکنه. تو تا کجا اجازه داری تو حریم خصوصی من وارد بشی؟ روز اولی که مادرت پا به دانشگاه گذاشت همونجا باید دانشگاه رو ترک میکردی. یک بار دیگه پاتو بذاری اینجا، من اصلا دیگه دانشگاه بیا نیستم. یعنی قاطعیت میخواد، باید دیسایسیو باشی، قاطع، محکم. پس وقتی شما در برابر خواسته های خودت محکم باشی، قاطع باشی، مادرت هم حساب کارش دستش میاد که من تا کجا میتونم در امور شخصی فرزندم دخالت بکنم. خب پس دوم، سوم فکر کنم، سوم در واقع اون قاطعیت خودته که بتونی قاطع باشی، محکم بیستی و مسئله رو حلش کنی. پس اول ترک خانواده، دوم قاطعیت خودت، کنم دو تا گفتم یا سه تا گفتم. خب این دوتا رو حالا یا سه تا رو لحاظ کن، با جدیت و قاطعیت قطعا میتونی موفق بشی. بریم سوال بعدی.